آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست آسیان در جاکارتا مرکز اندونزیا تأکید کرد که ایالات متحده با اعضای آسیان برای یک منطقه آزاد، باز، مرفه، امن، متحد و انعطاف پذیر هند و اقیانوس آرام دیدگاه مشترک دارد. اما میانمار عضو آسیان از جلسات این اتحادیه منع شده است، زیرا حکومت نظامی آن کشور به توافق دو ساله برای توقف خشونت‌های ناشی از کودتای نظامی سال 2021 پابند نیست. در حالی که رژیم نظامی در میانمار به ارتکاب جنایات و تضعیف ثبات منطقه ادامه می‌دهد، در جلسات امروز حمایت گسترده‌ای از ادامه فشار بر رژیم میانمار برای پایان دادن به خشونت و اجرای تعهداتش تحت اجماع 5 ماده آسیان وجود داشت. برنامه‌های غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی و میزایل‌های بالستیک کره شمالی از جمله آخرین پرتاب میزایل بالستیک آن در این هفته منطقه و برنامه جهانی عدم گسترش سلاح را نیز تهدید می‌کند. کارشناسان می‌گویند که بحران میانمار اتحاد آسیان را به آزمایش کشانده است، به گونه‌ای که احتمال دارد یک عده از اعضای این اتحادیه موضع جدی در قبال حکومت میانمار اتخاذ کنند. فکر می‌کنم که نقش مهم در اینجا سطح نفوذی است که چین بر بسیاری از کشورهای همسایه دارد و همچنان تلاش چین برای بازگرداندن اردوی میانمار و فشار بر کشورهای همسایه برای پیروی از اردوی چین است. آقای بلینکن گفت که گفتگوی سری و سازنده با وانگی دیپلمات ارشد چین در مورد طیف وسیعی از موضوعات از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین و روابط بین تنگه تایوان داشته است. آقای بلینکن در مورد سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه چنین گفت: فکر میکنم منصفانه است که بگوییم بر اساس آنچه که امروز از وزیر خارجه لافروف شنیدیم، مداخلات و تعاملات او در هیچ موضوع سازنده نبود. او برخلاف ایالات متحده و برخلاف بسیاری از کشورها بر ارائه و دستور کار کاملا منفی تمرکز کرد که در آن هر مشکلی در جهان را به ایالات متحده نسبت داد. بلینکن گفت هیچ نشانه مبنی بر تمایل روسیه برای مشارکت در دیپلماسی معنادار برای پایان دادن به جنگ بی‌دلیل مسکو در اوکراین وجود ندارد.